به نام پروردگار یکتا، هموطنان عزیز، درود بر یکایک شما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ضربان. آرزوی من و یکایک همکارانم سلامتی و تندرستی شما در هر نقطه‌ای از کشور که تشریف دارید هست. امیدوارم حالتون خوب باشه، فرصت داشته باشید که در این آخرین روز هفته و آخرین برنامه ما در این هفته تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و اگر پرسشی در ارتباط با موضوع امروز برنامه که مراقبت‌های پرستاری در دیابت هست و کمک‌هایی که پرستاران میتونن به بیماران دیابتی داشته باشن، سوالی داشتید حتما برای ما بفرستید. سامانه پیام کوتاه ما رو که حتما بهتر از من میدونید 30031. از این طرف میتونید پرسشاتتون رو از همین الان برامون بفرستید. در مسابقه امروز، سوال چهار گزینه امروز هم شرکت کنید، چون آخر برنامه امروز یه قرعه کشی داریم و کل هفته رو نتایجش رو بررسی می‌کنیم، قرعه کشی انجام میدیم. در فضای مجازی هم آدرس صفحه ما zaraban.tv هست و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از این طریق هم میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. خب، عرضم به محضر شما که در برنامه امروز علاوه بر موضوعی که عرض کردم خدمتون و قرار هست با آیت‌الله مرادیان راجبش صحبت کنیم، یعنی کمکی که پرستاران میتونن در حوزه‌های مختلف به بیماران دیابتی داشته باشن و کمکی که در جهت کنترل قندشون انجام میشه در واقع داشته باشن، علاوه بر اون بخش متنوع دیگه هم داریم. به دو تا از سوالات شما پاسخ خواهیم داد در بخش مربوط به پاسخ سوالات. همونطوری گفتم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30031 از همین حالا پیامکاتون رو برای ما بفرستید، سوالاتتون رو بفرستید در خصوص موضوع برنامه. راجع به موضوعمون یه بخش توضیحی و موضوعی هم داریم که براتون پخش میکنیم و همینطور بخش مهمی از برنامه که اختصاص پیدا میکنه به سوالاتی که شما برای ما فرستادین و پاسخش رو از میهمان برنامه خواهیم گرفت. بریم سراغ اولین بخش برنامه امروز که در ارتباط با آنژیوپلاستی هست، یا اصطلاحاً فنر گذاشتن در قلب. این گونه مصطلح هست در بین مردمان، اما خب واژه تخصصیش استنت گذاری و در واقع باز کردن عروق به وسیله استنت هست. آقای دکتر گرایلی به عنوان متخصص بیماری قلب و عروق خیلی قشنگ راجع به این روش توضیح میدن. دعوت میکنم که حتما با دقت تماشا کنید. بیمارمون یه آقای 45 ساله هستن با سابقه مصرف سیگار. چند روز قبل با یه سکته حاد قلبی به بیمارستان مراجعه کردن. ما آنژیوگرافیشون کردیم و دیدیم که در واقع 4 تا رگ تنگی داره. از این 4 تا رگ، اون رگی که عامل سکته قلبی بود رو تو همون جلسه باز کردیم. رگی بود که کاملا مسدود بود و 3 تا رگ دیگر رو موکول کردیم به جلسه امروز که یه مقدار شرایطشون پایدارتر هستش و در واقع داریم این 3 تا رگ رو هم با کمک بالون و فنر باز میکنیم که تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده و امیدواریم که سبک زندگی سالم‌تری رو در آینده انتخاب بکنن و سیگار رو هم ترک بکنن. خب، بریم سراغ معرفی کارشناس امروزمون که همونطور که عرض کردم جناب آقای دکتر مرادیان، جناب آقای دکتر سید طیب مرادیان که دکترای پرستاری دارن ایشون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن، در واقع دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. خیلی خوش آمدید دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب، وقت بخیر خدمت شما، همکاران عزیزتون، بینندگان محترم. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشن.
خدمت شما هستیم انشالله. درود بر شما. خب یه سوال چهارگزینه‌ای هم داریم دیگه بلد. برای بیننده هامون سوال چهارگزینه‌ای لطفاً پخش کنید. متشکرم. مهمترین روش کنترل دیابت کدام است؟ گزینه 1 ورزش، گزینه 2 تغذیه، گزینه 3 داروهای خوراکی و گزینه 4 انسولین. مهمترین روش کنترل دیابت رو برای ما لطفاً بفرستید به 30031. بار دیگر تأکید میکنم که در دقایق پایانی برنامه امروز قرعه کشی هفتمون رو انجام خواهیم داد و به یکی از عزیزانی که از ابتدای هفته تا امروز گزینه صحیح رو برای ما فرستادن به قید قرعه جایزه و هدیه ای از طرف شبکه سلامت تعلق میگیره. خب بریم سراغ بخش مربوط به موضوعمون. یه سری اطلاعات در خصوص کنترل دیابت برای شما پخش میکنیم. بعد که برگشتیم با آقای دکتر مرادیان برنامه رو ادامه خواهیم داد. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. مراقبت از بیماران دیابتی. هایپوگلیسمی که به آن افت قند خون نیز میگویند که در این حالت قند خون به سطح زیر نرمالی رسد و میتواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. علائم: لرزش، ضعف، سرگیجه، گرسنگی، خستگی. اقدامات لازم: گلوکز خون را بررسی کنید. پس از بررسی وضعیت بیمار، در صورت پایین بودن قند خون او، یک لیوان آب میوه یا 3 تا 4 قاشق چایخوری شکر با آب ترکیب کنید. در صورت بروز علائم واکنشی به برخی شیرینی ها، می توانید به بیمار تنقلات شیرین دیگر مانند یک شکلات بدهید. قند خون بالا، هایپرگلیسمی. هایپرگلیسمی بیماری است که در آن مقدار بیش از حدی گلوکز در پلاسمای خون گردش می کند. علائم: تشنگی، تکرر ادرار، خواب‌آلودگی، تاری دید. اقدامات لازم: ابتدا گلوکز خون را بررسی کنید. اگر گلوکز خون بیش از 240 میلی گرم در دسیلیتر است، ادرار را از نظر وجود کتان بررسی کنید. به بیمار مقدار زیادی آب بنوشانید. در صورت ادامه علائم به پزشک مراجعه کنید. سلامت بمانید. خب خیلی متشکرم که با ما هستید. شبکه سلامت رو تماشا میکنید و برنامه ضربان با آقای دکتر مرادیان که دکترای پرستاری دارن در ارتباط با مراقبت‌های پرستاری دیابت صحبت می‌کنیم. تصاویر رو هم لطفاً دوستان برامون پخش بکنن ما یه تعریف مختصری از دیابت داشته باشیم. بفهمید آقای دکتر در خدمت شما. خب همونطور که می‌دونیم ما بعد از اینکه غذا می‌خوریم بدن ما غذاها رو به ساده‌ترین فرم‌ها تبدیل می‌کنه که توسط سل‌ها استفاده بشن. غذایی که ما می‌خوریم در واقع نهایتاً تبدیل به گلوکز خواهد شد که فرم استفاده سلول‌های بدن ماست. با این فرم کار می‌کنه. برای اینکه گلوکز به سلول‌ها برسه انسولین نیازه. همونطور که تو شکل بالا می‌بینیم تو افراد سالم انسولین به میزان کافی هست. اون مقداری که نیاز داریم رو به درون سلول منتقل می‌کنه. اضافه‌اش میره تو کبد به شکل گلیکوژن ذخیره میشه که اگر نیاز شد دوباره در اختیار سلول‌ها قرار بگیره. تو افراد دیابتی که شکل پایین هست همون غذا خورده میشه. تبدیل به گلوکوز میشه ولی وقتی وارد خون میشه که وارد سلول ها بشه انسولین کافی وجود نداره. به همین خاطر سطح قند خون میره بالا و اتفاقاتی که بعد از این اتفاق میفته. خیلی ساده تعریف دیابت اینه که یا انسولین کم باشد یا اینکه پاسخ سلول های بدن به انسولین مناسب نباشه. یعنی ممکنه انسولین سطحش کافی باشه ولی سلول های بدن پاسخ مناسبی نداشته باشن. خب بریم تصویر بعدی. بر اساس اینکه قند بالاست علائم متفاوتی اتفاق میفته که حالا همون 3 پر مشهور که پر ادراری، پر نوشی و پرخوری و بعدم علائم دیگه معمولا گفته میشه. ولی یه نکته رو باید بدونیم که قند بدن ما دفع ادراری نخواهیم داشت. کلیه ها اجازه نمیدن قند دفع شه مگر اینکه از 180 رد بشه. وقتی ما این 3 تا علائمات رو میبینیم، پرخوری، پرنوشی و پر ادراری، انتظار داریم با اینا تشخیص بدیم قند مریض از 180 بالاتر رفته که کلیه ها دفع میکنن، ادرار غلیظ میشه، باهاش آب دفع میشه
و قندی که تو خون در واقع در اختیار سلول‌ها قرار نمیگیره، سلول‌ها درخواست کالری میدن دوباره، ما تحریک میشیم که غذا بخوریم. درسته. معمولا دیابت تو خیلی از افراد خاموشه، تو تست‌های تصادفی تشخیص داده، یعنی بدون علامت منتظر این علائم نباشن. بله. برای تشخیص نیاز به غربالگری تو همه افراد وجود داره، حالا از یک سنی به بعد که گفته میشه، ولی این علائم اگر دیده بشه احتمالاً بیمار قبلا مبتلا شده، به صورت تصادفی ممکن با این علائم تشخیص داده بشه. بریم تصویر بعدی رو ببینیم. اهمیت تشخیص دیابت در واقع. در واقع دیابت که تشخیص داده شد، برنامه درمانی که ما داریم، یه صحبت مشهوری هست خیلی از بیمارا میگن، میگن دکتر خودم باید باشم. در واقع کنترل دیابت اصلش با اون کارهایی که بیمار انجام میده. ما اصطلاحاً این واژه رو تو دنیا چند سال شعار سال سازمان بهداشت جهانی هم بوده، خود مراقبتی، خود مدیریتی. در واقع بیمار باید بتونه بیماریش رو کنترل کنه، چون میدونیم بیماری های مزمن درمان خاصی نه، فقط کنترل میشن، ما میتونیم اثراتشون رو عقب بندازیم. چطور کنترل میشن؟ با خود مراقبتی. خود مراقبتی مبناش توانمند شدن بیماره. بیمار باید بتونه توانمند بشه که بتونه عوارض رو در واقع مدیریت کنه و بیماریش رو تو کنترل خودش داشته باشه. یعنی خودش هم باید نقش موثری ایفا کنه در کنار درمانگرش. منظورتون اینه؟ ما تو دیابت میگیم اصل درمان، یعنی در واقع اصل کارهایی که واسه کنترل بیماری میشه با بیماره. کنار اینها ما میتونیم یه سری کمکش کنیم با دارو. اگر بیمار خودش نتونه یا روند بیماری جوری باشه که خود بیمار نتونه کنترل کنه، ممکن از داروها هم استفاده بشه. ما وقتی خود مراقبتی میگیم، خود مراقبتی بیماران دیابتی دو سه تا موضوع اصلی داره که خیلی از بیمارامون هم میدونن، ولی یکیش تغذیه است که اصلی ترین موضوعه. کنار تغذیه ورزش هست و مجموع تغذیه و ورزش میتونه منجر به کاهش وزن بشن و کاهش وزن هم منجر به کنترل دیابت خواهد شد تو درصد زیادی از بیماران. درسته. ما وقتی پس کنترل دیابت صحبت میکنیم و خود مراقبتی، تاکیدمون روی تغذیه هست. میتونیم اسلاید بعدی اگر آره داشته باشیم. اینجا چون عکس گلوکومتر رو نشون دادیم، دستگاهیه که در واقع دیابتی ها استفاده میکنن برای اینکه قند خون خودشون رو صورت دیجیتال چک کنن. اما لازم به توضیح است که تشخیص اولیه دیابت با همون آزمایش خون هست که حالا یا هموگلوبین وایسی یا قند ناشتا رو اندازه میگیرن. خب این بحث تغذیه است که شما دارید بهش تاکید میکنید. تغذیه رو خیلی ساده ما بگیم، چون بیماران بعضی وقتا میگن از یک جای میان میگن هیچی نخورید، برنج نخورید، نون نخورید، ماکارونی نخورید، رژیم های سفت و سخت میگیرن که عموما ناموفق میشن. ما تو کنترل و خود مراقبتی روی لایف استایل یا سبک زندگی تاکید میکنیم. سبک زندگی یه موضوع طولانی مدته. باید چیزی به بیمار بگیم که طولانی مدت بتونه انجامش بده. تو تغذیه چند تا نکته مهم هست، ولی خب بقیه‌اش رو با متخصص محترم تغذیه چک خواهند کرد. یکی اینکه حذف وعده ما تو دیابت نداریم. یعنی که فکر کنه من شامو حذف کردم، صبحونه رو بیشتر میخورم، همچین چیزی نیست. نهار نخورم مثلا. هیچ کدوم از اینها کمک نخواهد کرد. تو اگر عکس اولام حضور ذهن داشته باشن، انسولین کمه. ما باید مهمترین استراتژی مدیریت دیابت اینه که چون انسولین کمه، انسولین قند رو میبره تو سلول، از این ور باید ورود قند هم آهسته بشه. به تدریج، یعنی وعده های غذایی بیشتر بشه، حجمش کمتر بشه. یعنی بیمار حداقل 3 تا وعده و 2 تا میان وعده داره. ولی تو این ترکیباتی که هست باز تاکید کنیم، قضیه هست که بعضی غذاها قند رو سریع‌تر میبرن بالا، بعضی کمتر. حسب نان، برنج، ماکارونی، اینها چیزهایی که بود که قبلا گفتن که درست نیست. 60% 50-60% ورودی بیمار باید از کربوهیدرات ها باشه. کربوهیدرات ها دو جورن، یه سریاشون زود قند خون رو میبرن بالا، به عبارت این قند های فراوری شده مثل قند معمول، مثل آب نبات، مثل قندی که تو شیرینی ها قند های ساده، قند های ساده سریعا قند رو میبرن بالا. ما با اینها در واقع مخالفیم تو دیابتی، ولی از طرف اون 50-60% بهتر از نون بگیرن، از ماکارونی بگیرن، از برنج بگیرن که اینها به خاطر فیبری که دارن و اینکه در واقع قندهاشون قندهای پیچیده‌ن دین خورد میشن، قند دیر میره بالا باتر. تو میوه ها هم یه اشاره بکنیم، میوه ها قند بالایی دارن، بدون قند نیستن. یعنی اگر ما فکر کنیم میوه زیاد بخوریم فلان، معمولا دیابتی ها مثلا میوه هم زیاد میخورن چون فکر میکنن که دقیقاً هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. میوه ها کالری دارن، ولی اگر بین میوه و آب میوه انتخاب کنیم، ما انتخاب با میوه است. هر غذایی که فیبر بیشتری داشته باشه به نفع بیماره. میوه ها فیبرهای هم محلول و هم نامحلول که باعث میشه
هم تخلیه معده دیرتر بشه، همینطور یه حالت ژله مانندی رو غذا میدن که دیرتر قندش وارد خون میشه. میگه تو خود میوه ها میدید، تو مثلا میوه هایی که شیرین تر هستن رو میگن کمتر بخورن دیگه، مثلا هندونه، همین هندوانه‌ای که شما به این بزرگی اینجا کشیدین. آره مرغ میتونه گزینه مناسبی باشه چون نشاسته بیشتری داره. آره خب تو پروتئین ها هم چون به گروه های اصلی اشاره کنیم، ریزها رو نمیستیم، زمان محدود. تو پروتئین ها هم عموما پروتئین ها 10% کالری رو باید داشته باشن. تو بعضی بیماران که به مراحل آخر پیش رفته بیماری هستن، مشکل کلیوی دارن، حتی این 10% ما کمتر میگیم بخورن، اون با در واقع اون پزشک کلیه در واقع هماهنگ میشن. و پروتئین های گیاهی خب توصیه بهتری هستن برای این بیماران. بیشتر حالا این اعدادی که ما میگیم 50% 60%، اکثر بیمار دیابتی ممکن سنشون بالا باشه، اصلا درک این اعداد شاید و تنظیم کردن زندگی برای همه ماها سخته. بیمار دیابتی هم مثل یکی از افراد میتونن اسلاید بعدی رو اگر داشته باشیم. خیلی از جاها مثلا انجمن دیابت آمریکا، حالا این ترجمه شه، توصیه میکنه فرم‌های جایگزینا تو چند تا در واقع دسته کلی نشاسته هست: گوشت، سبزیجات چربی، میوه و مواد آزاد اختیاری. میگه میتونی شما مثلا برای نهار مثلا برای نهار، نمونه نهار میتونه دو تا قطعه بوقلمون باشه مثلا، حالا اگر موجود باشه یه تکه پنیر کمچر. ما مثالمون به اینه که بیماران زندگی در واقع اونجوری نیست که با محدودیت‌های زیادی خواهند داشت. حالا داریم مثال می‌زنیم به سبد اقتصادیش خیلی کاری نداریم. مثلا گفته از نشاسته دو قطعه نان میتونه یه فنجان ماکارونی باشه مثلا، یا مثلا گوشت گفته یا بوقلمون یا گوشت کمشب یا میگو. بله تو سبزیجات کاهو، گوجه، پیاز یا سالاد یا هر چیزی. تو میوه‌های سیب متوسط 1.4 مثلا هندوانه، 1/4 فنجان توت فرنگی. ما میخوایم این تنوع غذایی حفظ میشه. بیمار دیابتی فکر نکنه که محدود شده که هیچی نباید بخوره. مثلا اون انکار و افسردگی که پیش میاد، واکنش‌های شدید یه دفعه اون محدودیت شدید نیست، وجود نداره، به شرط اینکه به شرطش الان تو اسلاید بعدی میگه. حالا خب اگه چون من میبینم الان مثلا سس گوجه فرنگی هم اونجا بوده. خب اختیاری آزاده. شرطش چیه؟ بعضی نرم افزارها هست، ما گفتیم کنترل این واقعا سخته، بیمار نمیتونه انجام بده. نرم افزارهای متعددی درست شده که اصلا بیمار میزنه آقا من توی یک ماه دو ماه میتونه کنترلش رو به دست بیاره. میزنه من یه دونه سیب خوردم، بهش میگه این سیب تو یه دونه سیب که 50 گرم 70 گرمه اینقدر کالری داشت. روزانه بهش میگه که چقدر خورده است. این نرم افزار ایرانی، حالا ما اسم نمیبریم چون تعداد زیادی نرم افزار هستن که کارشناسای تغذیه هم همشون رو تایید میکنن. خب وزنش رو میتونه تو این بزنه که روند کاهش وزنش رو باهاش مشق کنه. اون آخر آنالیز بشقابه که تو بیمار دیابتی مهم هست. ما گفتیم 50-60% کربوهیدرات، 20-30% چربی، 10% هم پروتئین. روزانه هر چی رو واردش کردن آخرش بهشون میگه که چی خوردن، چه جوری بوده. و بیمار میتونه بعد یک ماه 20 روز کنترل خودش رو به دست بگیره. راحت هم از کار کردن باشه. ببین تصویر بعدی، اون برای کالری شمار داره. آره همه چی داره. خب کنترل هایی که بیمارا میتونن داشته باشن، ببین ثبت قند خون خیلی مهمه. بیماران که انسولین میگیرن حتی ممکن نیاز باشه تا 3 یا 4 بار در روز در واقع SMBG یا اینکه خودشون شخصا قندشون رو با گلوکومت یا دستگاه تست قند انجام بدن. این باید یه جایی ثبت بشه که بعداً پزشکشون داداش رو باهاش مچ کنه. نرم افزارهای متعددی باز برای این هست که بیمار میتونه دوز انسولین یا داروش رو با این قند بنویسه و بعداً پزشک این روند رو ببینه، میتونه داروی خاصی رو عوض کنه، دارو رو عوض کنه، که اینها هم موجوده. ما فقط برای این گفتیم که بیماران بدونن. رو همه غذاها برچسب غذایی هست که بهشون میگه چقدر قنده، چقدر چربیه، چقدر نمکه، که این رو هم میتونن کنترل کنن که الزامه برای بیماران دیابتی. بله. و از تکنولوژی هم فقط استفاده منفی نکن، استفاده های مستعد زیادی هست، مثل همین نرم افزارهایی که گفتیم، گوشی ها، دیتا، ساعت های هوشمند اگه کسی داشته باشه اطلاعات خیلی خوبی برای کنترل اینها میدن، ضربان قلب. آره یا خود گوشی ها هم همینطور. خب تصویر بعدی، ورزش کردن تو بیماران دیابتی گاهی وقتا فقط محدودیت ورزش وجود نداره، بسته به سن فرد، تواناییش و اینکه چه ورزشی میتونه بکنه، تنوع مختلف از ورزش‌ها رو بیماران میتونن داشته باشن. توصیه کلی این که 30 دقیقه ورزش متوسط بر حسب باز میگیم توان 5 روز در هفته حداقل داشته باشن. نکته بعدی این که رو ورزش زیاد حساب نکنید، یعنی این که فکر کنم مثلا من یه پیاده روی رفتم به جاش یه چیزی بخورم،
مثلا 30 دقیقه پیاده روی متوسط 130-140 کیلوکالری انرژی میسوزونه اندازه یه دونه سیبه. یه دفعه حجم وعدهش رو به خاطر اینکه ورزش رفته نباید زیاد کنه. ورزش هم تنوعش رو گفتیم، تکرارش رو گفتیم و اینکه نقشش کنار تغذیه خیلی مهمه، ولی تغذیه عامل اصلی کنترل دیابته که ما ورودی رو بیشتر کنترل کنیم. این ور که در واقع باربر یا انسولین به تعداد کافی نره، ما ورودی رو اگه کند کنیم بیمار اتفاقی براش نمیفته. تغذیه و ورزش کنار هم، اگه بیمار حدود 400 تا 500 کیلوکالری روزانه کم کنه میتونه دیابت رو به حد زیادی کنترل کنه. به صورت کلی اگه بیمار 7% وزنش رو کم کنه توی مدت یک ساله، کنترل خیلی خوبی رو دیابتش خواهد داشت. می چطوری وزن کم کنم؟ میگیم عموم کنترل وزن حالا ریز خودش رو داره، ولی بیشتر با ورودیه. میشه 500 کیلوکالری یعنی چی؟ مثلا 10 تا قاشق برنج هولوش 250 کیلوکالری. نصف نون بربری که زیاد استفاده میشه هولوش 500 کیلوکالریه. 400 خورده‌ای. با کنترل ورودی میشه تا حدودی بیماری رو کنترل کرد. اسلاید بعدی. خب تصویر بعدی رو ببینیم. داروهای خوراکی اگر بیمار نتونه با سبک زندگی بیمارش رو مدیریت کنه، عموما کنترلش میاد. داروهای خوراکی متفاوتی وجود داره که بعضی هاشون ورود قند به بدن کند میکنن، بعضیشون دفع کلیوی رو زیاد میکنن و عمومشون هم رو فرایند تولید انسولین و اثر انسولین تاثیر میذارن که ممکنه گاهی داروهای خوراکی اضافه بشه کنار دیابت، گاهی هم ممکنه از داروهای مختلفی استفاده بشه. اسلاید بعد اگر داشته باشیم. و بعضی از بیماران نیاز به انسولین پیدا میکنن که اسلاید بعدی ما میگه انواع مختلفی انسولین وجود داره که ما اگر بخوایم توی یک کلمه بگیم انسولین و مراقبتش چیه، حالا پزشکشون سلام میده بر حسب کنترلشون انسولین در واقع اون نوعی که نیازه استفاده میکنه، ولی بیمار باید بدونه که این انسولین شروع اثرش کیه، پیکش کیه یا اوج اثرش. چون اگر اینو ندونه دچار حملات افت قند میشه. یعنی باید آموزش ببینه این رو. دقیقاً بیمار باید کاملا آموزش ببینه. و تو ورزش هم اگر قبل از ورزش انسولین رو حتما حواسمون باشه. اگه قند مریضی یه نکته تو ورزش هست بالای 250 بود، ورزش نباید انجام بده، چون ورزش کردن سطح قند رو تو حین ورزش میبره بالا و ممکنه خطر ساز بشه. عوارض دیابت هم بعضی عوارض طولانی مدتن. طولانی مدتاشون یه سری تو عروق بزرگن، قلبی، مغزی و در واقع عروق محیطی که بیشتر تو پاها شایعه، که یکی از مشکلات عمده تو بیمارانه که اگر مراقبت نشه منجر به قطع عضو میشه. عوارض چشمی و کلیوی عوارض عروق کوچکیش هست که اگه باز اینها نتونن قند خوب کنترل کنن ممکنه به سمت نابینایی و نارسایی کلیه برن. تقریبا 50% نارسایی کلیه مال دیابته. و عوارض عصبی هم متعدد داریم. خیلی از بیماران عوارضی که پیدا میکنن عوارض عصبیه، سوزش و گزگز کف پا، مشکلات بینایی، که همه اینها خیلی خلاصه ما بگیم با کنترل وزن و کنترل قند پیشگیری میشن. دقیقاً. اینم که در واقع اون زخم پای دیابتی، آره. مشکلات زخم پاشون ناشی از چندین قضیه متعدده، چون شایع هست و مشکل ساز. وقتی این اتفاق برای بیمار میفته، ما هم حواسمون باشه بیماری که به این مرحله میرسه چند تا عارضه رو با هم داره. یعنی ممکنه هم مشکل در واقع بینایی پیدا کنه، هم مشکل قلبی پیدا کنه، هم تو پاش این مشکل رو ببینه که دیگه کنترل بیماری سخت میشه. زخم پای دیابتی هم مشکل عروقیه، چون خونرسانی به این اندام کم میشه. هم مشکل عصبیه، چون بیمار حس درد و گرما رو از دست میده، متوجه نمیشه. گاهی وقتا پاش به یه جسم سختی میخوره، زخم میشه، متوجهش نمیشه. و هم خونرسانی مختله، قند بالاست، که همه اینا باعث میشه یکی از شایعه ترمیم زخم رو هم دچار مشکل میکنه. ترمیم زخم با اکسیژنه که خون خوب نمیرسه، با آنتیبیوتیک هایی که داده میشه، آنتیبیوتیک به این باف نمیرسه. ترمیم زخمشون مشکل میشه. گاهی وقتا از یک زخم کوچیک که به سادگی قابل پیشگیری هست، بیمار به قطع عضو میرسه. حتما بیمار دیابتی هستن اونایی که آن کنترلن، کنترل نشدن، هفتگی و حتی روزانه کف پاشون رو باید ببینن. علائمی اگر از سوزن شدن کف پا داره، حتما بیشتر حساس بشن به این مراقبت، چون اگر عفونتی پیش بیاد، زخم کوچیکی، اون وقت دیگه مراقبتش ممکن نیاز به بستری داشته باشه و به این راحتی انجام نشه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بریم یه بخش رو ببینیم. در ادامه برنامه با شما هستیم. 30031 سامانه پیام کوتاه ماست. اگه شما هم سوالی دارید لطفاً برای ما بفرستید. آیش و مرادیان پاسخ میدن در ارتباط با کمک هایی که پرستاران میتونن بیماران دیابتی داشته باشن، آموزش هایی که در این زمینه میتونن برای افراد دیابتی داشته باشن تا با توان بیشتری بتونن میزان قند خودشون رو کنترل کنن و در محدوده نرمال نگه دارن. همراه ما باشید.
خب گفتیم که یکی از عوارض دیابت میتونه آسیب به کلیه هامون باشه. در نتیجه دوستانی که از میزان قند خودشون مطلع نیستن حتما برن پیش پزشکشون براشون یه آزمایش بنویسن، قند خود ناشاشون چک بشه تا متوجه بشن که به هر حال مبتلا به دیابت هستن یا نه، و دوستانی هم که مبتلا به دیابت هستن بیمارشون تشخیص داده شده حتما سعی کنن با کمک درمانگرشون قندشون رو در محدوده نرمال نگه دارن، حالا به واسطه داروهایی که تجویز میشه فرقی هم نمی‌کنه، حالا اونو پزشک سلام میدونه که داروی خوراکی باشه یا انسولین باشه چه داروهایی باشه، سعی کنین قندتون رو به هر حال به هر ترتیب در محدوده نرمال نگه دارید تا از گزند عوارض دیابت مثل همین عوارض کلیوی، عوارض چشمی، عوارض قلبی عروقی مسموم و در امان باشید. ما در ارتباط با در واقع مراقبت هایی که پرستاران میتونن از بیماران دیابتی داشته باشن و آموزش هایی که در این زمینه میتونن بدن صحبت میکنیم با دکتر مرادیان که دکترای پرستاری دارن و رئیس دانشکده پرستاری دانشکده پزشکی بقیت الله هستن. آقای دکتر یه مقدار توضیح میفرمایید بیشتر برای بیننده‌هامون باز بشه که دقیقا پرستاران چه کمکی میتونن در این روند کنترل بیماری به عزیزان دیابتیمون داشته باشن؟ ما یه نکته رو خیلی مهمه که توجه کنیم، تقریبا یک از پنج نفر به دیابت مبتلا هستن و ما الان متخصص قدرت تغذیه به تعداد مناسب برای این جمعیت زیاد نداریم. تعداد پرستاری که الان هولوش 205,000 نفر پرستار داریم که البته الان عموما تو مراکز درمانی بیمارستانی مشغول هستن، ولی تو سلامت جامعه میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن، هم تو غربالگری بیماری، هم میتونن تو کنترل بیماری، آموزش به بیماران تو اینکه چطوری قندشون رو کنترل کنن، رژیم غذاییشون رو چطوری مدیریت کنن در صورتی که عوارض دچار میشن، قبل از اینکه عارضه مثل عوارض چشمی، عوارض کلیویشون به حدی برسه که دیگه مراحل انتهایی باشه و نیاز به تو کلیه دیالیز پیدا کنن، در واقع این بیماری کنترل بشه، تا حدودی میشود کنترل کرد. خیلی از جاها بعضی از وقتا میانش دچار عوارض شده، باز عوارض رو میتونن با پرستاران کنترل کنن، زخم پای دیابتی و بقیه موارد پرستاران تو همه این مراحل میتونن کمک کننده باشن آموزششون. خب ما در طی سالهای اخیر، طی یک دو دهه اخیر علی خصوص، خیلی تغییراتی داشتیم در تعاریف حتی دیابت، در نحوه برخورد با بیماران، نحوه کنترل بیماری و همینطور چگونگی تغییر دادن سبک زندگی در بیمارانی مبتلا به دیابت هستند. دیگه شاید مثل دو دهه پیش، سه دهه پیش اون میزان از باید و نبایت هایی که پزشکان توصیه میکنن بیماران دیابتی و اون میزان از ممنوعیت ها وجود نداشته باشه، اما محدودیت وجود داره. ما رو توضیح دادیم پیشتر هم در همین برنامه زربا متخصصین تغذیه بارها و بارها در ارتباط با چگونگی و نحوه شمارش کالری و در نظر گرفتن میزان غذای ورودی و اینکه دفعات غذا خوردنمون رو چگونه باید در طول روز تنظیم کنیم، و همینطور نکته سوم اینکه چه غذاهایی رو استفاده کنیم و مصرف کنیم تا بتونیم این قضیه رو کنترل بکنیم صحبت کردیم. از جمله تغییراتی که داشتیم، خب آقای دکتر مرادیان در این یک دو دهه اخیر در خود تعریف دیابت بوده که الان یه مرحله‌ای همونطور که شما مستحضر هستیم به نام پری دیابت تعریف شده یا پیش دیابت برای افرادی که قندشون بین 100 تا 126 هست که اون مرحله پیش دیابت هست، و حتی توی اون مرحله هم توصیه شده که شما به یک کلینیک دیابت یا پزشک دیابت یا فوق تخصص قدرت مراجعه بکنید و دستورات لازم، توصیه لازم رو بگیرید. مثلا دوست عزیزی برای ما پیامک دادن که قندشون 104 هست، خانم 40 ساله‌ای پیامک دادن که 104 هست و چی کار کنن که قندشون کم بشه. فکر می‌کنم توضیحاتی که ما امروز در برنامه دادیم، یعنی تغذیه سالم و داشتن فعالیت‌های فیزیکی توأمان در کنار هم، با این تأکیدی که چندین بار انجام دادیم و گفتیم که تغذیه سالم ستون اصلی است و تغذیه درست در واقع تغذیه صحیح، برای این مرحله پیش دیابت هم فکر کنم خیلی موثر باشه، درسته؟ آقای دکتر ببینید، پیش دیابتی ها بسته به اینکه حالا کی تشخیص داده شدن، اگه یه فردی مدام کنترل میکنه قندشو میدونه که از کی دیابتی شده و قندش بالا رفته، ولی بعضی افراد تصادفی تشخیص داده میشن. پیش دیابتی ها حتی ممکنه تا چندین سال بتونن خودشون کنترل کنن و سمت دیابت نرن. تقریبا ما اونجا هم اشاره کردیم، اگر یک فرد دیابتی بتونه پیش دیابتی یا دیابتی 7% وزنش رو بیاره پایین، هم عوامل خطر رو تا حد زیادی کنترل میکنه، هم به سمت دیابت در واقع رفتنش چندین سال ممکنه عقب بیفته. کنترل وزن و اساس کنترل وزن هم همینطور که گفتیم تغذیه است.
ورودی باید کاهش پیدا کنه که وزن کنترل بشه. اگه فردی بتونه پیش دیابت بماند و به اون سمت نره با کنترل وزن و کنترل های مکرری که میکنه، قطعا دیابتی یا این که نمیشه، یا اگر هم بشه ما به این نکته توجه کنیم که ممکنه اون عوارضی که اینجا لیست کردیم، عوارض قلبی، عوارض چشمیش، گفتن تو بعضی منابع اومده که اگر کسی کنترل مناسب داشته باشه ریسک شبیه افراد عادی خواهد شد، یعنی از اون عوارض در میرود. درسته آقای دکتر، شما اشاره داشتید که به هر حال برخی از این عزیزان دیابتیمون وقتی که دچار عوارض میشن مراجعه میکنن به کلینیک های درمانی، مراکز درمانی، و اونجا شاید بیشتر تازه در ارتباط باشن با پرستاران عزیز ما. در دنیا چگونه هست؟ چون اینجا در کشور ما فکر میکنم خیلی مشخص نیست جایگاه پرستاران در این زنجیره کنترل بیماری دیابت. تو دنیا کلی کار بیماری های مزمن تمرکزش رو خود بیماره، یعنی اصطلاحاً میگن پیشنت سنتر، بیمار مرکزیت، بر حسب نیازش از تخصص های مختلف، قدرت تغذیه، پرستاران و بقیه تخصص ها کمک میگیره. چون جمعیت بیمار دیابتی زیاد هست، من گفتم امکان اینکه همه اینها تحت نظر، یعنی یک پزشک قدرت بیاد تمام این برنامه ها رو ریز بدهد در اختیار بیمار وجود نداره. تو کشور ما عموما دارو درمانی انجام میشه و مراقبت ها، حالا یا بیمار از منابع متعددی که وجود داره مثل انجمن دیابت ایران و بقیه انجمن ها اطلاعات میگیره، یا اینکه یه قسمت عمدهش اینه که یه بیمار دیابتی، حالا یا به خاطر عوارض دیابت یا اتفاق دیگه ای میاد، تو بیمارستان بستری میشه. اونجا پرستارا عموما الان چون عمده پرستاره ما تو کلینیک های درمانی و بیمارستان مشغول هستن، اونجا خدمات پرستاران استفاده میکنن و یا اینکه دچار عارضه مثل زخم پای دیابتی میشن، عموما اینجاها به پرستارا ارجاع داده میشن برای مدیریت زخم، مدیریت زخمشون. ولی بیشتر مریض ها الان به صورتش معمولا تو بیمارستان ها برای اطلاعات گرفتن با پرستارا مواجه میشن، چون نقش های سلامت جامعه فعلا تو کشورم به صورت کلی توسعه پیدا نکردن، نه در ارتباط با پرستاری، بر ارتباط با پزشکی هم. البته ما حالا جالبه با آقای دکتر مرادیان هم که صحبت میکردیم قبل برنامه، به نظر میرسه که این بحث آموزش که خود وزارت بهداشت هم روش تاکید بسیار بالایی داره، حالا در ارتباط با این سری از بیماری های مزمن مثل دیابت، خب نمود بیشتر و پررنگتری داره، اما واقعا در همه جنبه های سلامت جامعه نقش پررنگی رو باید ایفا بکنه و قطعا اگر بهش بهای لازم داده بشه همین گونه هم خواهد بود. صحبت میکردیم قبل از شروع برنامه با دکتر که این اگر بحث آموزش نهادینه بشه در جامعه ما، درست بهش پرداخته بشه و در جای خودش قرار بگیره، چقدر میتونه مثمر ثمر باشه، چقدر میتونه به بیماران دیابتی کمک کنه. همین موضوعاتی که امروز ما گفتیم، اگر همه عزیزانی که دچار بیماری دیابت هستند، حالا چه اونهایی که دارن انسولین تجربه میکنن، چه اونهایی که داروی خوراکی کم یا زیاد مصرف کنن، فرقی نمیکنه، همه اونها اگر واقعا آموزش درست ببینن که چطور باید کالری هر غذا رو بشناسن، چطور میزان ورودی کالری به بدنشون رو اندازه‌گیری بکنن، بعد از این مدتی هم واقعا خیلی توش خبره میشن دیگه. شما تجربتون بیشتره، قطعا با بیماران در مواجهه بودید، بهشون آموزش دادید، از تجربتون بگیم برای ما. بیمارا عموما تو کلی وقتی با دیابت مواجه میشن، اول انکاره که نکنه اشتباه شده، نکنه این یه پروسه طبیعیه، احساس گناه میکنن که من رعایت نکردم، من فلان نکردم، و بعد آروم آروم ممکنه تطابق پیدا کنن. تو مرحله تطابق عموما میان حالا چه کار کنم بدتر نشم. تو مرحله اول باز سردرگم میشم، من بیام همه غذاها رو بشناسم، این که این چی توش هست، این چقدر کالری داره، یه ذره برای بیمار واقعا پیچیده است، برای هر کسی پیچیده است و این که چه جوری. ولی بعد مدت، حالا یه مدت کوتاه، یک ماه دو ماه که ثبت کالری میکنن، میبینن که چه غذاهایی در واقع که ما فکر میکنیم ایراد ندارن باعث میشن کالری از محدوده خارج بشه، چه غذاهایی، چه جالب که فلان غذا است انقدر کالریش کمه و من ازش میترسیدم، آروم آروم با اینها کنار میان و دیگه براشون ملکه میشه، نیاز نیست که هی ثبت کنن. اولش مقدار یک ماه، دو ماه، سه ماه، و هیچ کس بهتر از خود اون فرد دیابتی نمیتونه به خودش کمک کنه. یعنی حالا البته الان خدا رو شکر علل خصوص تو این مدت کرونا، علیرغم تمام ضرر و زیان هایی که داشت به سلامت جوامع، به اقتصاد جوامع، ولی خب یه سری سود و مزایایی هم داشت. یکی از مزایاش همین بود که خیلی دوره‌های برخط اصطلاحا و آنلاین زیاد شد، کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شد، خیلی از انجمن‌ها، گروه‌های مختلف، ان جی او ها، سمن‌ها
اومدن با پویایی بیشتر، با تحرک بیشتر در جامعه فعالیت کردن، حضور پیدا کردن، از جمله حالا مراکزی که برای عزیزانی مثل دیابتی ها فعالیت میکنن و بیماری های دیگه. حالا دیابت به خاطر اون شیوع بسیار بالایی که داره در همه جای دنیا و از جمله در کشور ما، خب از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هم به لحاظ شیوع و هم به لحاظ عوارض، یعنی از هر دو نظر باعث پر اهمیت بودن این بیماری میشه. در نتیجه تو این دو ساله خیلی بهش پرداخته شد. الان کلاس‌های فراوانی وجود داره که خود دیابتی‌های عزیز حالا با انجمن‌های مختلف، گروه‌های مختلف بتونن عضو بشن، برن این آموزش‌ها رو ببینن و بعد پیاده بکنن حتما تو زندگی خودشون. همونطور که آقای دکتر مرادیان اشاره کردن، خیلی زود میتونید اینها رو به شکل عادت تبدیل میشه. مثلا همین نرم افزارهایی که از صبح تا شب تو شبکه‌های مختلف اجتماعی داریم باهاش برمی‌ریم و کار می‌کنیم و بازی می‌کنیم، این هم اول شاید یه سرگرمی باشه و بعد دیگه اصلا نیازی نباشه شما به اون نرم افزارها مراجعه بکنید. خیلی راحت میتونید تنظیم بکنید غذاتون. اون موقع است که واقعا دیگه ممنوعیتی وجود نداره و این محدودیت رو در کالری ورودی، غذاهایی که باید انتخاب بکنید، میزان تغذیه‌تون در طول روز میتونید در واقع بهش پایبند باشید و اجرایش بکنید. و آیه دکتر مرادیان، شما بفرمایید که بیشتر با عوارض مواجه میشید، یعنی بیماران دیابتی که حالا به خاطر مشکلات قلبی، مشکلات چشمی، مشکلات کلیوی، مشکلات نورولوژیک، زخم پای دیابتی مراجعه میکنن به مراکز، چقدر تو این افرادی که مراجعه کردن بوده آدمایی که همه چیزشون رعایت میکردن، تغذیهشون درست بوده، فعالیت فیزیکی هم داشتن ولی باز دچار عوارض شدن؟ میخوام بگم که یه اشاره به این نکته بفرمایید که این عوارض چند درصد مربوط به افرادی است که علارغم اینکه دارو میخورن یا انسولین میزنن اما قندشون کنترل نشده است؟ یه صحبتیشون وجود داره، واقعیتش این صحبت خیلی مهمیه. خیلی بیمارا دچار چالش میشن باهاش. مثلا یه بیمار میاد عمل قلب میکنه، دیابتی هم هست، میگه من همه چیزو رعایت، حالا یا دیابتی هم حتی نیست، میخوام با این مثال توضیح بدم اینا، میگه همه چیزو رعایت کردم، ورزش، تغذیه، ژنتیک سابقه ندارم، استرسی نیستم فلان، ولی من چرا مریض شدم؟ یه بیمار دیگه هم میگه آقا پسرمو هم هست اتفاقا هیچی رعایت نمیکنه، اون مریض نمیشه، علت چیه؟ ما یه صحبت داریم. مثل مثالی که میزنیم براشون اینه که مثل اینکه پلیس میگه آقا ماشین تو قفل فرمون بزن، درش هم ببند. اگه کسی در ماشینشو باز بذاره احتمال اینکه دزد بیاد سمتش بیشتره، درسته، ولی اگه کسی در ماشینش بسته باشه نمیتونیم بگیم که حد هیچ احتمالی وجود نداره که شما دزد نیاد سمتت، ولی احتمالش خیلی کمتره. اگه قفل فرمون هم زدی احتمال وجود داره ولی خیلی کمتره. شما همیشه میای ماشین تو قفل میکنی، چون ما میخوایم بگیم که بیماری ها عامل خطر دارن، درسته، یعنی اینجوری نیست مثلا این ویروس کرونا اگر وارد شد فرد بیمار میشه، این میشه عامل، ولی تو بیماری های جدید که سبک زندگی همشون عامل خطره، میگن آقا اگه چاق باشی دیابت احتمالا میگیری، احتمال هم داره نگیری، لاغرم باشی احتمال داره کمتر دیابت بگیری، احتمال هم داره نگیری، یعنی خطر عامل خطر اگه مدیریت کنن به راحتی بیماری قابل کنترل هست. خیلی خوب، خیلی توضیحات خوبی بود. عرض کنم قبل از اینکه ما بریم سراغ سوال چهار گزینه ایمون و چون میخوایم قرعه کشی رو انجام بدیم، قبل از اینکه سوال رو دوستان پخش کنن و جواب صحیح رو برامون نشون بدن، لطف کنن دیگه، چون دیگه 16:38 دقیقه است، قرعه کشی هم اون ور تو رژی انجام بدید، شماره برنده رو برام بفرستید که من بتونم اعلام کنم و سوالم پخش کنید دیگه، پاسخو بدیم دیگه، چون فرصتی اونقدر نداریم. پرسیده بودیم که مهمترین روش کنترل دیابت چیه. چیه آقای دکتر؟ تغذیه است. بارها تاکید کردیم در طول برنامه که مهمترین روش برای کنترل دیابت تغذیه هست. حالا یه بار دیگه اگه سوال نشون بدید که گزینه ها رو با هم یه بار دیگه مرور بکنیم، فکر میکنم گزینه دوم بود، نه گزینه دو بود، بله گزینه دو تغذیه، آره خیلی خوب، گزینه دوم بود. دوستانی که عدد دو رو برای ما فرستادن موفق شدن به پاسخ صحیح اشاره کنن، علارغم اینکه سایر گزینه‌ها هم درست بود، یعنی داروهای خوراکی، انسولین و فعالیت فیزیکی میتونه کمک کننده باشه، اما مهمترین نکته استفاده از تغذیه مناسب هست با همون شرایطی که توضیح دادیم. خب 901 4 شماره آخر 7901 برنده این هفته برنامه ضربان هستن. 901 4 شماره آخر 7901. دوستان من از شبکه سلامت باشون تماس میگیرن و انشالله ظرف چند هفته آینده هدیه‌ای به رسم یادگار از طرف برنامه ضربان و شبکه سلامت تقدیم حضورشون خواهد شد.
آقای دکتر مرادیان خیلی از شما متشکرم. اگه نکته‌ای با من روی پایانی دارید بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم. خواهش می‌کنم. نکته اصلی اینه که تو بیماری‌های مزمن بار کنترل بیماری باز تکرار می‌کنیم روی بیمار و کمک خانواده هست. کاری که تیم سلامت می‌کنه مدیریت دانش بیمار، اطلاعات زیادی نیاز هست که بیماری کنترل بشه، ولی ناچارن برای این بیماری مثل دیابت چون عوارض خطرناکی داره حتما بیمار باید مشارکت کنه و اون توانمندسازی رو تو خودش ایجاد کنه. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. بریم یکی دیگه از سوالات شما رو پاسخش رو ببینیم که در ارتباط با آی سی یو هست، این که چرا بیمارانی که در بخش مراقبت ویژه همون آی سی یو بستری میشن اجازه ملاقات ندارن. آقای دکتر نیاکان لاهیجی فوق تخصص آی سی یو با ما هستن در این بخش. بخش مراقبت ویژه معمولا بخشیه که ما بیمارانی که در وضعیت‌های بحرانی تنفسی، قلبی، ریوی و ارگان‌های حیاتی هستند منتقل میشن به این بخش و تحت پایش‌های دقیق‌تر قرار می‌گیرن و روزانه توسط پزشکایی که میتونن کمک به درمان بیمار کنن یا به تشخیص بیمار کمک کنن معمولا ویزیت میشن و از نظر تشخیصی و درمانی کارهای درمانیشون ادامه پیدا می‌کنه. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که به هر حال ما همیشه همراه های بیمار رو به عنوان یک عضو بسیار مهم در امر درمان میدونیم و در اصل عضو تیم درمان ما محسوب میشن. اما سوالی که برشون مطرح هست بعضی از عزیزان که چرا به فواصلی که به هر حال احساس میکنن لازمه اجازه عیادت از بیمارشون بهشون داده نمیشه و نگران این هستن که خب خیلی فرصت نداریم، یه بار دیگه حتما این بخش رو کامل‌تر براتون پخش میکنیم. امروز در ارتباط با عزیزانمون که دیابت دارن صحبت کردیم و گفتیم که خود بیمار در کنار درمانگرش نقش مؤثری داره در ارتباط با کنترل بیماریش. قطعاً شما لازم هست از میزان قند خودتون، همونطور که مثل فشار خون تاکید میکنیم، از میزان قند خون خودتون هم مطلع باشید. بعد از اینکه تشخیص داده شد توسط آزمایشگاه، چون باید حتما آزمایش خون بدید، حالا یا توسط هموگلوبین A1C امروز تشخیص داده میشه یا توسط قند ناشتا، در واقع با معیار قند ناشتا مشخص میشه که این فرد دیابتی هست، قطعاً بعدش باید به پزشک ترجیحاً فوق تخصص قدرت مراجعه بکنید تا پروتکل های درمانی که توسط ایشون شایسته برای شما در نظر گرفته میشه و بایسته است رو اجرا بفرمایید. حالا اگر ایشون صلاح دید که شما حتی بدون دارو هم میتونید این قند رو کنترل کنید که اون کار انجام میدید، اگر دارویی برای شما تجویز شد در کنار اصلاح سبک زندگی داروتون رو هم حتما باید مصرف کنید. این اصلاح سبک زندگی رو امروز مقدار راجعش بیشتر توضیح دادیم که شامل تغذیه مناسب در درجه اول و فعالیت‌های فیزیکی هست، یعنی یه مقداری سعی کنن عزیزان دیابتی ورزش کنن، فعالیت فیزیکی و تحرکشون بالا ببرن، اما مهمترین نکته این هستش که بتونن تغذیه خودشون مدیریت کنن. امروزه دیگه به مانند گذشته های دور و یا نچندان دور ممنوعیت نداریم. دیابتی ها می توانند هر چیزی دلشون خواست اکثر غذاهایی که مورد پسندشون هست بخورن به شرط ها و شروط ها. اون شرطش اینه که آموزش لازم رو برای کنترل کالری دریافتی ببینند. حالا این آموزش میتونه تحت نظر پزشکشون باشه یا تحت کلاس هایی که امروز برگزار میشه، کمک از پرستاران عزیزمون که امروز راجبش صحبت کنیم، پرستاران عزیزمون میتونن این آموزش بدن، متخصص تغذیه میتونه بهشون بسیار کمک بکنه. خیلی از متخصصای تغذیه دارن اختصاصا در زمینه دیابت کار میکنن و از اونها میتونن مشاوره بگیرن تا اینکه خودشون در واقع بلد کار بشن و بدونن که چطور باید این مسئله رو تنظیم کنن تا قندشون در محدوده نرمال و استاندارد باشه تا از عوارض بیماری دیابت به دور بمونن. خب ما شنبه با خانم دکتر زهرا عبداللهی که متخصص تغذیه هستن در ارتباط با تأثیر تغذیه سالم در افزایش ایمنی بدن و قوت بخشیدن به سیستم ایمنی برای مقابله با کووید 19 و کرونا صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم برنامه شنبه ما رو هم تماشا کنید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.